دوم اینه که شما دیشب هم به مادر مؤمنان حضرت عایشه توهین کردین. آیا این عزیز یک لحظه صبر کن، یک لحظه که در پاکی حضرت عایشه نازل شده اونا رو خوندید؟ یه لحظه جان من، شما همین برنامه اول من حدود 45 دقیقه شاید یک ساعت درباره امهات المؤمنین صحبت کردم، شما گوش کردین؟ گوش کردین یا نه؟ گوش کردم. معنای امهات المؤمنین را شنیدین؟ مادر مؤمنان چیه؟ یعنی طلحه با نظر بد به عایشه نگاه میکرد، با نظر بیناموسی نگاه میکرد. از کتابای خود شما ثابت کردم که حرف بد میزد. از نظر گوش کنه شما آقای علایاری جانم، این امهات المؤمنین معنایش اینه که نکاح کردن با اونا حرامه. شما اینه که صدا منو قطع نکنین. خب ببین جان برادر، من توضیح دادم از کتاب‌های خود شما که آتل هر با نگاه. حالا حرف منو گوش کنید. حرف منو ببینید، گوش بکنید. شما امهات المؤمنین را ذکر کردین، الان جوابش را بدم. این معنایش این نیست که کسی حق انتقاد نداره. به این معنا نیامده. معنای مخصوصی داره. معنایش اینه که نکاح کردن، ازدواج کردن با زن‌های پیغمبر بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرامه. شما چرا اینو میبرید معناش میگید که انتقاد کردن حرامه؟ اگر انتقاد کردن حرام بود برادر عزیز اجازه بدی این صحیح مسلم، حرف من رو اجازه بدین، این صحیح مسلم. من دیشب حدیث خود عمر رو خواندم که خود عمر آمد داد کشید بر عایشه، ابلغ من شانی که ان تؤذین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کار تو بجای رسید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت میکنی. یا با حفصم رفت همین عرف را زد، گفت تو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت میکنی. شما آمدید به من میگی به امهات المؤمنین شما توهین کردین. من چی گفتم؟ من حرف عمر را از صحیح مسلم خواندم، ترجمه کردم. شما فهمتان در کجا؟ شعورتان در کجا؟ وجدانتان در کجاست؟ بفرمایید. اولا که حضرت عایشه خواهرزن گوش کن، اولا که حضرت عایشه خواهرزن حضرت طلحه بوده. خواهرزن او زبیره، او زبیره. بله، هم زبیر هم حضرت بله درسته، درسته. با ام گلسوم، ام گلسوم بنت ابوبکر خودشکال نداره، از اول که زنش نبوده بعدن زنش شده. ام گلسوم بنت ابوبکر بعدن، ام گلسوم بنت ابوبکر اصلا بعد از ابوبکر به دنیا آمده. اون بعدن اون زمانی که درباره عایشه این حرفا میگفت زنش نبود. اون زمانی که درباره عایشه میگفت که من میخوام رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا بره با اون رو بزنی بگیرم، در اون زمان ام گلسوم اصلا به دنیا نیامده بود. ام گلسوم بنت ابوبکر، ام گلسوم بنت ابوبکر بعد از ابوبکر به دنیا آمده، با او ازدواج کرده. اول رفته عمر باشه ازدواج کرده، عمر مرده باشه طلحه ازدواج کرده. اون یک مطلب دیگریه. او اصلا در اون زمانی که این حرف را میزد، اون زمان اون دختر ابوبکر اصلا به دنیا نیامده بود، عایشه زنده بود. میگفت من اگر رسول خدا از دنیا بره با عایشه ازدواج میکنم. جانم شما این توهین زنا را به حضرت طلحه زدی؟ من توهین، من توهین زدم؟ چرا که بی انصافی میکنی؟ قطع نکنی برات صدا عزیز. من من کجا بله دیدی حرف منو گوش کن؟ نه شما حرف منو گوش کن. نه شما میگید من تهمت زنا زدم. من تهمت زنا نزدم. من کتاب خود شما را نشان دادم، گفتم عایشه این هر گفتم طلحه این حرف را زده. یک کتاب را نشان ندادم، 5-6 کتاب را نشان دادم. این کجاش تهمت زنا هست؟ شما بی انصاف اگر نباشین قد کردی رفتی فرار کردی، خودت قد کردی. میگم من تهمت زنا با طلحه زدم. من کجا گفتم طلحه زنا کرده؟ من حرف حق را گفتم، نگفتم طلحه رفته با عایشه زنا کرده. من گفتم طلحه در حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکرر میگفته. بله من خیلی ناراحتم، مرا چرا من میکنم من پیش دختر خواهر خود نرم؟ من معذرت میخوام، دختر عموی خود نرم، یعنی عایشه. من پیش ایشان میرم و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم از دنیا بره، من با ایشان ازدواج میکنم. حالا دوباره نشان میدم دوستان عزیز، من چندین کتاب نشان دادم، اما حالا خب این آقا شخص مطرح کرد، شاید بعضی شما تازه آمدید تلویزیون نگاه میکنید، ببینید من حدود 5-6 کتاب را نشان دادم اینجا. حالا فقط یکش نشان میدم، این سایت تفسیر تفاسیر. بله در اگر خواستید آزاد شین تفسیر.com از کشور اردن هست، تفسیر مقاتل ابن سلیمان. اینجاش ببینید، تفسیر مقاتل ابن سلیمان متوفای سال 150 هجری. عجب انسان های بیانصافی. این کتاب خود شما مقاتل ابن سلیمان تفسیرش، به علاوه این تفسیر تبری، تفسیر ابو لیث سمرقندی، تفسیر جامع البیان تبری، کتاب
کتاب السنن و الاثار بیهقی اینا رو همه تایم براش نشان دادم. در اینجا در ذیل آیه 153 سوره احزاب ایشان روایت کرده اینه: فقال طائف و اذا سألتموهن، از اینجا بخونید، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، اگر از زنای پیغمبر یک متاعی میخواستید، یک دیگ و کاسه یک چیزی به احتیاج داشتین، از پشت حجاب بخواید، به خاطر اینکه بهتره برای قلب شما، فکر بد به قلب شما نیاید و فکر بد به قلب زنهای پیغمبر نیاید. فقالت الحبن عبید الله القرشی من بنی تیم بن مره ینهانا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان ندخل علی بنات عمنا، یعنی عایشه، آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را منع میکنه که ما بر دختر عموی خود یعنی عایشه وارد نشویم؟ و هما من بنی تیم بنی مره، و اینها از همه ایشان از بنی تیم بودن. ثم قال والله لئن مات محمد وانا حي لتزوجن عائشه، گفت بعد گفت به خدا قسم رسول الله نگفت محمد، گفت صلی الله علیه و آله و سلم، اگر ایشان از دنیا برود من با زنش عایشه ازدواج میکنم در حیات پیغمبر. بعد این آیه نازل شد: ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما، حق ندارید با زنهای پیغمبر ازدواج بکنید، عزیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لان الله جعل نساء النبي صلی الله علیه و آله و سلم علی المؤمنین فالحرمه امهاتهم، معنای امهات اینه که نکاح کردن حرامه.